اگه تا حالا حرف و قضاوت مردم یا توهین و هیت دادن کسی اذیتت کرده یا حتی از ترس اینکه همچین اتفاقی نیفته خیلی از کارهایی که پتانسیلشو داری رو شروع نکردی، این ویدیو واسه توئه، به خاطر اینکه بعد این ویدیو قرار تبدیل بشی به یه آدم کاملا جدید با یه ذهنیت جدید که اعتماد به نفس خیلی خوبی داره و حرف مردم براش مهم نیست. انیام علیکم، چطورید بچه‌ها؟ اسم من کیمیاست. خیلی خوش اومدین یا خیلی خوش برگشتین به یه ویدیوی جدید. این یکی از پردرخواست‌ترین موضوعایی بود که من قول داده بودم راجبش اوکی. بزرگترین دشمن ها و هیترهای تو اطرافتن. یه نفر توی انگلستان از خانواده سرطانی که هیتر و دشمن تو نیست. یه کسی هیتر توه معمولا که توی محیط یکسان با تو به دنیا اومده و رشد کرده. طرف به خودش داره میگه منم همینجا به دنیا اومدم. منم شرایط همین رو داشتم. ولی چرا این انقدر رشد کرده؟ این باعث میشه قدم به قدم زندگی تو باعث فشار خوردنش بشه. باعث بشه که عزت نفسش کمتر بشه. یه ذهنیتی داریم به اسم ذهنیت سندرم خرچنگی. شما چند تا خرچنگو بنداز توی سطل. این خرچنگا یه دونه نمیتونه از سطل بیاد بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه خرچنگا نمیذارن خرچنگای دیگه برن بالا، میکشنش پایین. یه سری آدما مثل این خرچنگان توی زندگی تو. واقعا باید این آدمای خرچنگونه رو از زندگیت حذف کنی تا زندگیت لول اپ بشه و واقعا حس بهتری به خودت داشته باشی، بهتر بتونی پیشرفت بکنی. مورد بعدی این که نظر دیگران هیچ وقت 100% درست نیست. چرا باید نظر یه نفر که عقیده شخصی خودشه، از دیدگاه خودش داره به زندگی نگاه میکنه، بشه باور 100% تو توی زندگی؟ قبولش کنی و بگی اوکی دیگه همینه. چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ من خودم وقتی که اول پیجمو زده بودم یه عادتی که داشتم، یه دونه ویدیوی 10 ثانیه‌ای می‌خواستم بذارم، برای 100 نفر میفرستادم که نظرشون رو بگن، اگه همه گفتن خوبه من اونو آپلود می‌کنم. یعنی من خودم قدرت اینو نداشتم که بگم آقا از نظر من این ویدیو خوبه، من اینو می‌خوام آپلود کنم. ولی از یه جایی بعد این اتفاق افتاد. هنوزم این که میان ازم تعریف می‌کنن یا میگن این مدل ویدیوت خوبه، اینجا رو بهتره اینطوری کنی، اینجا جای پیشرفت داره، خیلی دوست دارم اینا رو بشنوم ازشون. ولی طوری نیست که اگه مثلا دوست من بیاد بگه، خواهرم بیاد بگه این ویدیو به نظرم خیلی جالب نیست، من بگم اوکی آپلودش نمی‌کنم. تو بعد از یه جایی بعد واسه خودت تصمیم بگیری، بگی حرف منه تو زندگی، من احساس میکنم این کار درسته، مرسی که از نظر تو به نظرت خوب نیست، من احساس میکنم لازم اینو آپلود کنم. حالا این یه نمونه واسه ویدیو بود، واسه هر مورد دیگه تو زندگی میتونی این کار انجام بدی. هر موقع احساس کردی حرف و نظر دیگران داره زیادی برات مهم میشه، یه سوال از خودت بپرس. آیا منطقیه که اهمیت بدم؟ انسان ها که ما باشیم ذاتن اهمیت دادن توی وجودشونه. یعنی شما نمیتونی بگی من دکمه اهمیت دادنم خاموش کردم، من اصلا اهمیت نمیدم. نمیشه. شما انتخاب میکنی که به چی اهمیت بدی و این قدرت توه. از خودت بپرس واقعا اهمیت داره به نظر یه نفری که داره راجع به اجزای صورت من صحبت میکنه اهمیت بدم؟ نه. آیا واقعا مهمه به نظر دوستم که داره میگه این قسمت خونم خراب ممکنه باعث آتش سوزی بشه اهمیت بدم؟ آره منطقیه، من بهش اهمیت میدم. میخوام دلیل این که ما اصلا چرا اهمیت میدیم به حرف و قضاوت و توهین و هیت بقیه رو بگم. این برمیگره به یه سری ترسای درون ما، ترسایی که تو یه سری اتفاقات و تروماها و رفتارات توی بچگیمون به وجود اومده. عموما این ترسا میشه ترس از دوست نداشته شدن. میترسی که دوستت نداشته باشن، میترسی که به اندازه کافی خوب نباشی، مسخرت کنن، ترکت کنن. حالا اینو چجوری میتونیم هندل کنیم؟ با خودآگاهی. بچه ها وقتی شما خودتون رو میشناسین، وقتی من میدونم من کیمیا نقطه ضعفم چیه، نقطه قوتم چیه، من کیمیا چیا رو میتونم تو زندگیم تغییر بدم، رو چیا کنترل دارم، رو چیا کنترل ندارم، این به من قدرت میده. نکته بعد این که یه ذره شوخ میشید، مهربون میشید. کسی بهتون هیت میده نمیرید فوش بدین، فوشکشش کنین، بلاکش کنین، فلانش کنین، نه. چون تو به این نتیجه رسیدی که من با حرف و قضاوت یه نفر پایین نمیام. این که مثلا من قد بلندی ندارم یه فکت راجع به من. من خودم اینو قبول دارم. خب تو میای میگی تو قدت کوتاه، خب که چی؟ با این حرفا نه قد من کوتاه‌تر میشه نه قد تو بلندتر. مهم نیست. تو انگلیسی ما دو تا عبارت خیلی باحال داریم. So what, okay and. من قبلا اینطوری نبودم. بچه‌ها بزن قبل از اینکه توضیح بدم اینو بگم که مثلا من قبلا یکی دو سال پیش یه دونه ویدیو دارم ریاکشن به کامنت‌های هیتمه و یه سریاش واقعا فشاریم کرد، یه سریاش که مثلا فوش بوده، توهین‌های خیلی بد بوده. اینطوری بودم که خب بچه‌ها من واقعا این اذیتم کرد. الان من خیلی فرق میکنم با اون کیمیا یکی دو سال پیش، چون حتی دیگه اونم اذیتم نمیکنه. هر موقع یه نفر بهتون توهین کرد، پشت سرتون حرف زد، خب که چی؟ تو داری مسیر زندگی خودتو میری، تو داری تجربه های خودتو کسب میکنی با سرعت زندگی خودت که با هر کسی فرق داره. ببین من بدترین مدل توهینا بهم شده، بدترین تهمت ها رو بهم زدن، ولی اینطوری هم که خب که چی؟ چرت و پرت یه نفر دیگر رو میخوای راجع به من باور کنی؟
خب که چی؟ باور کن. میخوای پشت سرم حرف بزنی؟ خب که چی؟ حرف بزن. هیچ کدوم از اینا منو قرار نیست بیاره پایین. هر حرفی دلشون میخواد بزنن، حتی راجع به شکستات. تو شکست خوردی، اما نتیجه اون شکست شده یه تجربه ارزشمند. حالا شکست توی رابطت بوده، شکست توی کارت بوده، شکست توی حتی تحصیلت بوده، یه رشته میخواستی بخونی ادامه دادی نشده. نشده که نشده. خب که چی؟ به کسی ربطی نداره، مسیر زندگی توه. وقتی که تو زندگی تو داری، کاروبار تو داری، هدفات مشخصه، واقعا به این نتیجه میرسی که یه سری آدم ها حتی ارزش این که یک ثانیه از وقت تو بخوای بهشون اختصاص بدی و ندارن. لازم نیست تو برای اینکه اثبات کنی آدم دوست داشتنی هستی، آدم درستی هستی، آدم موفقی میشی در آینده، هدفی که داری هدف توه، بخوای با خوکای اطرافت کشتی بگیری، هیچ احتیاجی نیست. با خوک کشتی میگیری، خوک از کشتی با تو خوشش میاد، ولی تو گلی میشی این وسط. پس اگه بخوای به هر چیزی که راجبت گفته میشه اهمیت بدی، تویی که همیشه توی رنج و درد و استرس میمونی. اون موقعی تو واقعا قدرت دستته که کنترل داری روی خودت و اجازه نمیدی که حرف بقیه روی تو تأثیری بذاره. چون اگه قرار باشه یه نفر با این زبونش به من تسلط پیدا بکنه، دیگه من قشنگ میشم عروسه که خیمه شب بازی بقیه تموم شد و رفت. یه مصاحبه رو داشتم از یه سلبریتی میدیدم، اسمش یادم نمیاد، داشتم راجع به توهین و هیت ازش میپرسم. میگفتم مثلا چه جوریه که انقدر به توهین و هیتایی که میدن، حرفایی که پشت سر میزنن، بی اهمیتی. میگفت فکر کنین یه نفر داره مثلا به زبون چینی داره بهتون فحش میده، ریاکشنتون چیه؟ من ریاکشنم اینه که نگاش میکنم، شادم، حتی بعضی موقعا میخندم. تو چی داره میگه؟ این قدرتی که تو روی خودت و کلماتت داری مثل یه حاله دور توئه و فکر کن فوش دادن ها مثل یه چیزیه که بهت پرت میکنن. پرت میکنه، میخوره به اون حاله، میفته پایین. اصلا هیچ تأثیری روت نداره. وای دخترم من فلان حرفو زد، عمم فلان حرفو گفت، پسرمون فلان حرفو زد. توپ 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 میفته. تموم شد و رفت. یه چیزی هست به نام اسپاتلایت افکت. بچه‌ها خیلی خوبه که شما خودتون رو شخصیت اصلی زندگیتون قرار بدین و به خودتون خیلی اهمیت بدین، اولویت زندگیتون باشه. راجع به این اصلا یه ویدیو جدا کامل صحبت میکنیم. اما یه سری موقع‌ها توی ذهنت احساس میکنی همه چشما، همه فکرا رو توئه. حقیقت اینه که اونقدر مهم نیستیم ما. توی یه دنیای داریم زندگی میکنیم که هر کسی مشغله‌های خودش رو داره، به خودش داره فکر میکنه چی پوشیدم، چطوری دارم به نظر میام، اونقدی تایم نداره که بخواد بیا تو رو قضاوت بکنه. من یه زمانی خیلی وزن کم کرده بودم، شده بودم 40-41 کیلو و اصلا دوست نداشتم این حجم از لاغر بودنم و از خجالت اینکه اوکی من برم باشگاه اگه یه تاپ یا شلوارک بپوشم بدنم بیشتر دیده بشه، مثلا این مدلی نمیتونستم بپوشم. بعضی جای بعد اینطوری بودم که اوکی بسه، واقعا اونقدر من مهم نیستم توی اون جمع باشگاه که همه بیان راجع به این فکر کنن که او کیمیا شده 40 کیلو. و از فردای اون روز که این تصمیم گرفتم، کراپ تاپ هامو پوشیدم، شلوارکامو پوشیدم، هر استایلی که دلم خواست واسه باشگاهم زدم و دیدم نه تنها که اوضاع بدتر نشد و کسی چشخوره نرفت و چپ چپ منو نگاه نکرد، اتفاقا خیلی هم ازم تعریف کردن. یه استثنا هست، اونم اینه که طرف چقدر بیکار باشه که سلبریتی زندگیش چو باشی، که راجع به راه رفتنت، حرف زدنت، نفس کشیدنت بخواد پشت سرت حرف بزنه، که اونم بازم ببین چقدر طرف بدبخته، چقدر زندگی فلاکتباری داره که هیچ هدفی توی زندگیش نداره جز تو. پایین بودن عزت نفس و پایین بودن لول خودشو به تو نشون میده. بازم تو باید راه و مسیر خودتو ادامه بدی، حتی موفق ترم بشی. سه نسل آینده من چقدر قرار راجع به اینکه من توی باشگاه چی پوشیدم، چه لباسی توی فلان مهمونی پوشیدم، چه ویدیویی آپلود کردم، چقدر بلند خندیدم قرار حرف بزنن. این باعث میشه که تو وقتی این طرز فکر داشته باشی که اوکی واقعا اونقدر مسئله بزرگی نیست، it's not a big deal، اوف، یه نفس راحت میکشی و واقعا خیلی از کارهایی که از ترس اینکه کسی چیزی بگه انجام نمیدادی و انجام میدی. به اندازه موهای سرم تا حالا به من پیام دادید که کیمیا من آرتیستم، نقاشی های خیلی قشنگی میکشم، سلیقه خیلی خوبی توی فشن دارم، لباس طراحی میکنم، خیلی استعدادهای خفنی داریم و همش اینطوری که میترسم اگه پیج بزنم، میترسم اگه برند خودم رو شروع کنم، بیزنس خودم رو شروع کنم، مسخرم کنن. هانی بزن مسخرت کنن، مردم که قرار همیشه حرفشون رو بزنن. حداقل تو مسیر خودتو میری، تو موفق میشی دیوونه. تو یه حرفو به 10 نفر میزنی، 10 تا برداشت مختلف ازش در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی حرف، رفتار و عمل تو رو از دیدگاه و لنز خودش به زندگی برداشت میکنه. تو نمیتونی کنترلی داشته باشی روی اینکه بقیه چه دیدگاهی دارن. تو رو خدا منظورمو درست بفهم. خب میخوام منظورمو نفهمی. کسی که بخواد بفهمه، درکت کنه، میفهمه. کسی که نخواد نمیفهمه، به جهنم. نمیخوام اصلا بفهمی. یکی دو تا ویدیو این موضوعی من قبلا توی چنل داشتم، حتما اونا رو هم چک بکنید. اگه موضوع خاصی هست که دوستان راجبش با هم دیگه گپ بزنیم، حتما توی کامنت ها بهم بگید.
من خیلی دوستتون دارم، میبینمتون ویدیو بعدی، خدافظ.